متولد دوم دی 1339 در سنندج هستم. خب توی به هر حال پدرم کارش موسیقی بود، البته بازنشسته ارتش بود، استوار ارتش بود که چون خودش به موسیقی علاقه‌مند بود، پیشینه قبل از پدرم نه با موسیقی ارتباطی نداشتن، حتی مخالف بودن، بارها سازش رو شکسته پدرش. از خودش شروع شده که علاقش به موسیقی، که بعد به ارتش میره، جزو گروه موسیقی ارتش میشه، بلا فاصله به عنوان سرپرست و رهبر گروه موزیک ارتش بوده و بعد کلاس موسیقیشو راه اندازی میکنه. من در چنین خانواده به دنیا اومدم. البته خب طبیعتا اون موقع که من به دنیا اومدم، این فضایی که الان هست طبیعتا نبوده، یه مقدار کم رنگتر بوده، ولی به هر حال با موسیقی به دنیا اومدم و تقریبا 6-7 ساله بودم که پدرم از تو کوچه منو با اردشیر برداشت و برد کلاس و دیگه هر کدوم یه سازی انتخاب کردیم و که اولش هر دوتامون ویولون میزدیم که بعد راهمون یک کمی بعدها فرق کرد. دیگه از 7 سالگی ما شروع کردیم به یاد گرفتن موسیقی پیش پدرم و علمی. از همون اولش با علم و با تئوری یاد گرفتیم، گوشی یاد نگرفتیم. و دیگه به مرور همینجوری بزرگ می شدیم. گروه های مختلفی که پدرم داشت، گروه های ارکستر بچه ها بودن، بعد میان سالا بودن و بزرگ سالا، که من همینجوری به ترتیب بزرگ می شدم، این ارکسترا رو طی می کردم. مثلا اولین باری که من تا یه حد یاد گرفته بودم، رفتم تو گروه بچه هاش، مثل خواب یادمه، خیلی برام جذاب بود. و بعد همین جوری دیگه تو سنندج و سایر جاهای کردستان اینا مرتب کنسرت و برنامه داشتیم. بعد کم کم گروه بزرگ می شدم تا اومدم تو گروه بزرگ سالا، گروه اصلی فرهنگ و هنر که سرپرستی و رهبریش پدرم بود. اومدم بعد کم کم تو ارکستر، به خاطر نیازی که ارکستر ما داشت، اومدم به پیشنهاد پدرم و خواست خودم، چون تو ارکسترش ویولون چند نفر دیگه بودن، از جمله حتی خودشم بود، ولی به خاطر اینکه عود نداشتیم، من تقریبا 7-8 سال بعد از اینکه ویولون رو شروع کرده بودم، عودم خودم شروع کردم یاد گرفتم و تو گروه پدرم بیشتر عود میزدم. که بعد هم که ارکستر خانوادگی هم که به این شکلی که الان مردم میشناسن، که دیگه من خودم چون اردشیر کمانچه میزد، من تو اون گروه عود میزدم، ولی ساز اصلی من، البته نمیتونم بگم اصلی، هر دوش برام اصلیه، ویولون میزدم تو ارکستر سمفونی که بعد از انقلاب اومدم تهران، هنرهای زیبا قبول شدم، بعد از یه سال بسته شد، دیپلم سنندج گرفتم که بعدش 58، یعنی سال تحصیلی 58-59 دیگه من
دانشگاه تهران هنرهای زیبا بودم که اونجا دو ترم یه سال فقط چیز خورد، بعد به انقلاب فرنگی خورد. شک دارم به خاطر اینکه یک سال اشتباه نکنم، نمیدونم دانشگاه بلاخواسته 58 بود یا 59. به هر حال دیگه دانشگاه تعطیل شد، من همون موقع امتحان ارکستر سمفونیک دادم و همون موقع پذیرفته شدم که دیگه اونجا ویولنم و اونجا ادامه دادم تو ارکستر سمفونیک، ولی با گروه خانوادگی عود میزدم. دیگه با گروه پدرم خاطره فرمودین، خاطره خب زیاد هست، ولی خب مهمتریناش همین کنسرتایی بود که ما اجرا میکردیم، چه تو شهر خودمون سنندج چه جاهای دیگه که میرفتیم. معمولا آبان، هر سال آبانها پدرم میومد مدرسه اجازه منو میگرفت که یه توری میرفتیم داخل ایران، داخل استان کردستان و حتی جاهای دیگه، حتی تهران میومدیم گاهی برای اجرای کنسرت. تو راه یه آبادی دیدیم، چیز مردم عروسی بشون بود اینا، ما رفتیم براشون میزدیم برای اینا. یا مثلا تو دهاش میرفتیم تو انبار غله با قوطی سن درست میکردن برای دهاتی ها کنسرت اجرا میکردن. خبر اومد که گفتن فرح میخواد بیاد، شهبانو میخواد بیاد سنندج، شرکت زراعی فرح رو افتتاح کنه که تو یه دهی نزدیک سنندج بود اینا. بعدش پدرم چون میدونست قبلش دو بار اومده بود، ارکستر پدرم رو دیده بود، فرهنگ و هنر رو، چون خیلی علاقمون بود به این مسائل، بعد چون میدونست اینو به رئیس فرهنگ و هنر گفت که این بیاد اینجا ارکستر منو میخواد. ایشون هم گفت که نه، ایشون خیلی سریع میان فقط اونجا رو افتتاح میکنن و میرن، وقت ندارن. چند بار من خودم زیر دستش بودم دیگه، پدرم یادم گوش زد میکرد، گفت حالا شما میگین ولی ایشون بیان اینجا ارکستر منو میخوان، تا حالا دو بار اومدن ارکستر منو خواستن برنامه اجرا کنیم. اصرار میکرد، گفت نه ایشون وقت نداره میاد چیز کنه. خلاصه تابستون بود، شب نشسته بودیم با پدرم و بچه های کوچیک، بزرگتر ها دیگه تهران بودن. بعد یهو دیدیم در باز شد و اینا، آقای غریب‌پور، عموی آقای بهروز غریب‌پور، اون موقع معاون رئیس فرهنگ و هنر بودن، آقای غریب‌پور اومدن تو، گفتن آقای کامکار دستم به دامنتون. آقای رئیس گفتن که فرح خواسته گروه شما را. اینم گفت بفرمایین به آقای رئیس بگن خودش بره گروه رو، خودش بره برنامه اجرا کنه. بعد اونم گفت خواهش میکنم، گفت نه برین به ایشون بگین خودشون برن برنامه اجرا کنن. هیچی، خلاصه برگشت و بعد زنگ زد رئیس فرنگونه، گفت آقای کامکار خواهش میکنم، گفت آقا من دو ماه دارم به شما هی میگم ایشون بیاد منو میخواد، هی دارین میگین نه، خواهش، من معذرت میخوام فلان، خواهش میکنم خیلی بد میشه و فلان اینا. خلاصه بعد از یک ساعت خواهش و تمنا تلفن، من اون عکسم هست، نمیدونم اینجا باشه بهتون نشون بدم یا نه، و کفشام خاکیه معلومه، چون با پدرم رفتیم تو ماشینش قشنگ دم در تک تک. حالا اینو بگم که چون میدونست مطمئن بود، ما تمرینامونو کرده بودیم، ارکستر بچه‌ها تمرینامونو کرده بودیم، چون میدونست مطمئن بود. همون شب با کفش خاکی من معلومه تو عکس، در تمامشون رو رفتیم جمع کردیم و رفتیم تو استانداری سنندج. فرح بود و با ولیان و یه سری از چیزهای خودشون رو اومدن و خلاصه دیگه برنامه رو اجرا کردیم، و چون خیلی خوشش اومده بود از ارکستر خردسالان.
کوچیکم.